شده است. میتونید به www.voapnn.com مراجعه بکنید و نظر خودتون رو در مورد پرسش این هفته منعکس بکنید و ما رو در جریان بگذارید. بنابراین با اخبار مرتبط با ایران دنبال میکنیم. در 23 سالگرد بمباران شیمیایی سردشت توسط حکومت صدام حسین، بازماندگان این بمباران شیمیایی کماکان از کمبود امکانات پزشکی و درمانی و عدم پیگیری حقوق مادی و معنوی زیان دیدگان و قربانیان بمباران شیمیایی سردشت گلایه دارند. رحیم رشیدی، یکی از روزنامه‌نگاران کرد، در گفتگوی تلفنی با پیام یزدیان میگوید عدم رسیدگی دولت و نبود امکانات لازم باعث بروز تلفات بیشتری شده است. در طول جنگ 8 ساله نقاط متعددی از کشور ما و به ویژه کردستان که هم مرز بود با عراق من جمله پاوه، بانه، مریوان گاهگداری مورد حملات شیمیایی قرار می گرفتن، ولی در میان اینا دو نقطه مشخص تلفات انسانی چشمگیری داشتن که در میان آنها سردشت از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی و نقطه دیگر روستای زرده است از توابع کرمانشاه. در ساده ترین حالت میتونم بگم عدم رسیدگی حکومت و بی امکاناتی باعث شده بود که حادثه تلفات بیشتری به بار بیاره و این روند متاسفانه کماکان نیاز داره. خیلی ساده میخوام بگم که تا کنون شخصا که با خانواده بخشی از مسئولین این حادثه گفتگو کردم، همگی آنان از بی امکاناتی و عدم توجه جدی حکومت به آنان شکایت دارند. آقای رشیدی، در بیانیه‌ای که انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت به مناسبت 23 سالگرد بمباران شیمیایی منتشر کرده، به عدم احقاق حقوق مادی و معنوی بازماندگان و از جمله مشکلات نظیر تامین دارو و قیمت اون و عقب موندگی‌های دیگه‌ای اشاره کرده و خواستار رسیدگی به این موارد شدن. اگرچه در این بیانیه اشاره شده که اخیراً مجلس شورای اسلامی قانون شناسایی مصدومین شیمیایی را تصویب کرده، آیا این قانون به رفع مشکلات بازماندگان بمباران سردشت کمک نکرده؟ به هیچ وجه. چرا؟ چون بعد از 23 سال هنوز ما آمار دقیقی از تلفات و از وسعت این تراژدی که به وجود اومده نداریم. البته بنا به گفته نماینده سردشت، گفته می شود که 15,000 نفر مدعی مصدومیت شیمیایی در سردشت هستند و فقط 1,700 نفر تحت پوشش بنیاد شهید و عموری سرگران قرار گرفتند. از سوی دیگه اگر شما به خواست انجمنهایی که برای دفاع از این مصیبت دیدگان تشکیل شدند و تقریبا همگی آنها با همت خود مردم تشکیل شدند، از بی امکاناتی و عدم بررسی و نبود دوا و درمان کافی لب به شکایت گشودند، خب عوارض چون این جنایتی در ابعاد مختلف از به دنیا آمدن کودکان فلج گرفته تا رشد سرطان و عوارض منفی دیگر هنوز گسترش پیدا میکنه. ولی مسئله دیگه تو روستای زردم به همین شیوه است. در 31 تیرماه سال 67 اونجا مورد حملات شیمیایی حکومت وقت عراق قرار گرفته. 275 نفر از هموطنان یارسان ما جان باختند. بیشتر از 1146 نفر شدیداً صدمه دیدند. ولی اینان به خاطر اعتقادات مذهبی خاصی که دارن، نه شیعن نه سنین، اینا اعتقادات مشخصی دارن، یارسانن، علناً مورد تبعیض قرار گرفتن و حکومت هیچ گونه امکاناتی تا به امروز هم در اختیار اونا قرار نمیده. جهان شما، صدای شما، صدای آمریکا.